ولسوالی ارغنداب قندهار پس از 6 ماه درگیری چهره ویرانی به خود گرفته است. این ولسوالی که به سطح کشور از جمله ولسوالی های سرسبز و زیبا به شمار می رفت، اکنون پس از 6 ماه نبرد سنگین به مخروبی مبدل شده است. جاده ها، راه ها، رستاها، ها، خانه ها و باغ های سبز به بستری از ماین ها مبدل شده و خاموش و ترسناکی در آنجا حاکم فرماست. پیش از که ما گزارش را نشر بکنیم، زاکر نوری خبرنگار ما در بغلان روی خط اسکایپ است تا در مورد وضعیت امنیتی بغلان صحبت هایی داشته باشیم. نوری، خوش آمدی به بس. سلام بر شما. بخیر. سلامت باش. وضعیت امنیتی در بغلان چگونه است؟ شما هم در جریان قرار گرفتین که متاسفانه در اواخر وضعیت امنیتی بغلان بدتر از گذشته شده. یعنی در گذشته هم وضعیت چندان خوبی مردم بغلان نداشت. این امنی ها هر روز از افراد ملکی و از نیروهای امنیتی و دفاعی در بغلان قربانی میگیره. شب گذشته هم در ساعات چشمه شیر تحرکات طالبان موجود بود. نیروهای امنیتی تلفات داره، اما آمار رسمیش مسئولین امنیتی با ما شریک نساخته. همچنان در ولسوالی نهرین و بغلان هم درگیری طالبان مسلح اتفاق افتیده که اونجا تلفن‌ها درست کار نمی‌کنه. این چالش‌های مشکلات در مسیر شهرهای بغلان موجود است و ما در 24 ساعت گذشته بیش از 5 تن از نیروهای امنیتی دفاعی بغلان را ما از دست دادیم و این مشکلات و این چالش‌ها تاثیر بسیار بدی بالای وضعیت امنیتی بغلان گذاشته و همواره تقاضای مردم بغلان همی از حکومت همی بوده که برای وضعیت امنیتی بغلان که مسیر 9 ولایت شمال و شمال شرق است توجه بیشتر بکنه. بسیار خوب، حالا دیده میشه که وضعیت در بغلان با گذشت هر روز بدتر میشه. نوری، مردم چه فکر میکنن؟ آیا مسئولین امنیتی اراده نداره برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با حراس افغانی، یا اینکه حکومت مرکزی توجه نمیکنه؟ خب مسئولین امنیتی بغلان در گذشته و حال معمولا وضعیت امنیتی بغلان را برای شورای امنیت، بر رئیس جمهور، بر وزارت‌های امنیتی و دفاعی راپور خیر خیریت می‌رساندند و این مشکلات باعث شد که دامنه نامی‌ها در بغلان وسعت پیدا بکنه و از طرف دیگر تغییر و تبدیل زود هنگام فرماندهان پلیس و مسئولین درجه که امنیتی بغلان، این هم یک چالش دیگه بود در بغلان که دامنه نامی‌ها در بغلان گسترش پیدا بکنه. و از طرف دیگر آنچنانی که دیده میشه و با تناسب حرکات طالبان مسلح، نیروهای امنیتی که واکنش داشته باشند و یا عملیات های را پیش از حمله طالبان مسلح سازماندهی بکنند ندارن و این نگرانی مردم بغلان و نگرانی اعضای شورای ولایتی بغلان است و این چالش ها و این مشکلات همواره از مردم هم قربانی گرفته. بسیار خوب، همین اکنون که ما خودت بس میکنیم نوری، مردم در چه وضعیت است؟ بغلان در چه وضعیت است؟ آیا در ولسوالی های بغلان جنگ جریان داره یا نه؟ در مورد بغلان صحبت میکردیم که در این اواخر وضعیت امنیتی در بغلان بدتر شده و ما با زاکر نوری خبرنگار ما که در بغلان بود صحبت میکردیم. تغییر تبدیلی های اخیر در بغلان گذشته از و راپورهایی که به مرکز میرسد از سوی مسئولین محلی بغلان که در بغلان چیزی نیست و یا در بغلان خوب است. دوباره نوری روی خط با ماست. نوری، ادامه حرفایت. خب چالش ها و مشکلات در بغلان موجود است و این ناشی از کمکاری ها بوده بدون شک. زمانی که به گفته شورای ولایتی بغلان هماهنگی لازم نباشه و اداره مرکزی حمایت لازم نکنه و داد صاحب واضح نباشه و از این طرف هم راپورا خیر خیرت به مرکز مخابره شه، این تلفاتش را بیشتر مردم عام میپردازه و وضعیت امنیتی بغلان همونطور یک چیز را نشان میده. بسیار خوب، فعلا در بغلان کدام ولسوالی ها بیشتر ناامن است؟ کدام ولسوالی ها نسبتا امن است و مسئولین چقدر تلاش میکنه که جلو این ناامنی ها را بگیره؟ متاسفانه ما در اواخر هیچ ولسوالی بغلان را امن نداریم. حتی مرکز شهر پلخمری هم شاید تحرکات طالبان مسلح بوده و شب گذشته مثلا بالای مرکز سوقداری نیروهای امنیتی دفاعی در تپه سمن چندین موشک از طرف طالبان پرتاب شد که اگرچه تلفات نداشت، مگر بیانگر از این است که طالبان قدر نزدیک شده و قدر هدف خود دقیق حمله میکنه. و ولسوالی هایی که بیشتر ناامنی است، ولسوالی برکه است، ولسوالی بغلان مرکزی است، ولسوالی
خوست در اواخر بشده نامن شده کتارهای رفت آمد مردم زیر کنترل طالبان است و مورد بازرسی قرار میگیرند. این چالش ها در مسیرهای شهرها هم بیداد میکنه. ولسوالی خنجان، ولسوالی دوشی، دهنه غوری، ولسوالی طالب و برفک، این 14 ولسوالی بغلان و مرکز شهر پلخمری همه ناامنی خود را داره و مردم از وضعیت رنج میبرند. وضعیت مردم چگونه است؟ آیا ناامید است نسبت به ازی که حالا دیده شده که نیروهای امنیتی یا مسئولین امنیتی در بغلان میآیند تامین امنیت میکنند یا نه کلا قطع امید کردن و دیگر توقع ندارن که اینا بیان تامین امنیت بکنن در بغلان؟ خب امواره مردم هم در کنار نیروهای امنیتی خود استاد شدن و این در گذشته هم ثابت ساخته که دلیلی که تا هنوز شهر پلخمری سقوط نکرده حمایت مردم از نیروهای امنیتی و استادگیشان در کنار نیروهای امنیتی بوده. مردم آمادگی خود را داره که از شهرشان از ولایتشان دفاع بکنه. مگر تقاضایشان این است که زمانی که تشکیلات به نام وزارت داخله، وزارت دفاع ماش میگیره اینا خود دست به کار شده بر تامین امنیت مردم کارهای بنیادی را انجام بدن. بدون شک. همکاری مردم چگونه است؟ آیا افراد مسلح مردمی محلی وجود دارد که اونا خودشان دست به کار شده باشند و ولسوالی ها را تامین امنیت بکنند؟ در گذشته وجود داشته و هنوز هم احساس میشه، اما مثل دیگر ولایت ها که قد علم بکنن و مقامت های را شکل بده در بغلان چنین وضعیت تا هنوز نیست. اما تعهد مردم که بیشتر در این موارد رئیس شورای ولایتی بغلان در رست قرار داره همی است که مردم مسلح میشه و از نیروهای امنیتیشان دفاع میکنه و در کنار اینا بر تامین امنیت بغلان استادگی خواهد کردن. خب چند قبل فرمانده پلیس بغلان یک مرکزی را ایجاد کرده بود، مرکز تماس تا بتواند جلو حملات تروریستی را بگیره. تغییرات آمده از همان روز تا اینجا؟ این مرکز به تازگی ایجاد شده و دستاوردهایی که مشخصا از این بخش داشته باشند تا هنوز با رسانه شریک نساختن، اما تیم مشترک را که در این بخش ایجاد کرده شاهد هستیم که از طرف شب روز گزمه های سیار خود را دارن و در ایستهای بازرسی تشکیلات اینا دیده میشه و در کل تلاش بر ازمی است که تا جرایم جنایی در سطح شهر پلخمری کاهش پیدا کنند. بسیار خوب. در مورد وضعیت امنیتی اگر بیشتر صحبت بکنیم نوری، شاهراهای بغلان چگونه است؟ رفت آمدها چگونه است؟ ترورهای هدفمند چگونه است؟ چون آنچه که ما میبینیم در این اواخر ترورهای هدفمند بیشتر شده در بغلان، دلیلش چی بوده؟ دلیلش کلش ناامنی، نابسامانی و پیگیری نشدن قضایای گذشته و از طرف دیگه مسیر شورای بغلان به شما معلوم است که ناامنی بیداد میکنه. کسی اگر خواسته باشه از کابل بیاید به بغلان در مسیر خنجان و دوشی حتما اگر هدف باشه از طرف طالبان تعقیب میشه. در اینجا گاگای سای بازرسی از طالبان ایجاد میشه. دزدان مسلح معمولا از طرف سرویس ها را و موتور مسافربری را بازرسی میکنن و اموال مردم را به ترقت میبرن و اگر کسی از بره به طرف مزار در ساعت چشمه شیر و باغ شمال در اینجا با مشکلات امنیتی روبرو میشه و از طرف دیگر گمرک طالبان در این مسیر فعال است و همچنان اگر برین به طرف ولایت های شمال شرق از دروازه پلخمری که عبور میکنین با ایستهای بازرسی طالبان با چک پوینت هایشان روبرو میشن و در این مسیرهایی که ما برتان یاد کردم در گذشته پازگاه امنیتی خیلی زیاد بود، اما در چند سال اخیر همه یکی پای دیگه سقوط کرده و در اینجا هیچ آثار از تشکیلات امنیتی و دفاعی دیده نمیشه. من میخوام بپرسم که چه نیاز است به خاطر امنیت در بغلان؟ باید تشکیل افزایش پیدا بکنه، انکشاف پیدا بکنه یا پست گذاری شود در شهرها؟ چه نیاز است؟ زمانی که بحث امنیت مطرح میشه مسئولین همواره تاکیدش بر است که بله ما کاستی ها داریم، کمی ها داریم. چه نیاز است واقعا در بغلان به خاطر که تامین امنیت شود؟ باید ساحه بغلان پست گذاری شود یا نیروهایش انکشاف داده شود؟ چگونه است؟ از دید اعضای شورای ولایتی بغلان امی است و از دید فعالان و جامعه مدنی و مردم بغلان که یک هیئت باصلاحیت از مرکز بیاید وضعیت امنیتی را از مردم پرسان بکنند، نه ای که برن با تشریفات و میمانی ها را سفری بکنند
متاسفانه که تماس آقای نوری با ما قطع شد. ممنون هستم زاکر نوری، خبرنگار ما که در بغلان بود و در مورد وضعیت امنیتی بغلان صحبت کردیم.